درگیری‌ها و خشونت‌های اخیر در غزه بیش از 100 هزار آواره به جا گذاشته. بخشی از آنها در مدارس اسکان یافتند که از سوی سازمان ملل به پناهگاه تبدیل شده است. نظیر این مدرسه که میزبان پناهجویان است که پس از گلوله باران شجاعیه در نوار غزه خانه و کاشانه خود را رها کردند. این مرد که از بمباران ساختمانی در نزدیکی این مدرسه توسط ارتش اسرائیل خشمگین است میگوید خانه های مان را گلوله باران کردند. ما فرار کردیم و به این اردوگاه پناه آوردیم. اینجا هم دست از سرمان بر نمی دارند. امکانات زندگی در این اردوگاه برای پناهجویان در حد ابتدایی است. ترس و نگرانی بی پایان گذر زمان را برای آنها دشوار کرده است. این زن در حالی که از تیم خبری یورونیوز میخواهد برای فیلمبرداری وارد این سالن شود میگوید میخواهم به شما نشان دهم که تحت چه شرایطی زندگی میکنیم. 55 نفر اینجا در این اتاق زندگی میکنند. به این بچه ها نگاه کنید، وضعیت غیر قابل قبول است. اینجا نیز اردوگاه دیگری است در شهر غزه و خبرنگار ما با برخی از کودکان صحبت میکند. با دیدن صحنه های بمباران و کشته های به جا مانده از آن و نیز خانه های ویران شده، ذهن این کودکان پر است از چراهای بی جواب. یکی از آنها میگوید دعا میکنم که حماس نگذارد ما کشته شویم. ما با اسرائیل چه کرده ایم که به ما حمله و خانه های مان را ویران کرده؟ چرا ما را بمباران میکنید؟ من از نیروهای اسرائیلی میخواهم که به جای اینکه خانه من و خانواده ام را بمباران کنند، به مبارزه با نیروهای حماس ادامه دهند. یعنی احنا اليوم ليش بالحال؟ چرا ما اینجا هستیم؟ بعضی ها به ما کمک میکنند. ما در خانه مان در آرامش زندگی میکردیم. چرا آنها با ما این کار را کردند؟ کجاست جامعه بین الملل که ببیند چه بر سر ما آمده؟ همونطور که خبرنگاری یورونیوز میگوید اسرائیل، حماس، فلسطین، مصر، اوباما و این کودکان که به زحمت 10 سالشان است همه از جنگ و سیاست حرف میزنند. دشوار بتوان گفت این نسل با چنین خشونتی که تجربه میکند قادر به شرکت در روند برقراری صلح در منطقه باشد. ولی ریگوریا، گازا، یورونیوز.